و هنگامی که الله سبحان به فرشتگانش گفت من در زمین جانشینی قرار می دهم. و آغاز این حکایت این طور بود. همانا من در زمین جانشین قرار می دهم. گفتند که آیا موجودی را در زمین قرار می دهی که در آن به فساد و تباهی برخیزد و به ناحق خون ریزی کند و حالان که ما تو را حمد و سناو و تقدیس می گوییم. پروردگار فرمود من از این جانشین اسراری می دانم که شما نمیدانید. خدا آدم علیه سلام را خلق کرد و او را در بهشت قرار داد. ابلیس او را وسوسه کرد و از بهشت خارج شد و به زمین آمد و پروردگار تعالی به او و تمام مخلوقات فرمود هر که روی زمین است از خوش مرگ و فناست و تنها الله سبحان است که باقی میماند همه موجودات طعم مرگ را میچشند تمام مخلوقات و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت. پس هر کس را از آتش بدور و در بهش درآورند قطعا کامیاب شده و این زندگی دنیاوی چیزی جز مایه فریب نیست. همه مخلوقات طعم مرگ را می چشند. اجنه، انسان، ملائکه، حیوانات، درختان، همه مخلوقات طعم مرگ را می‌چشند. ولی الله سبحانه است که نمی‌میرد. و مرگ پایان قصه زندگی ما در این دنیا است. پل سرات، است که از طریق آن به خانه‌ی آخرت وارد می‌شوی. پس از طریق این دروازه به عالم آخرت وارد می‌شوی. بهشت، جهنم، پل سرات، میزان، نامه اعمال، حساب و بهترین چیز لقای خداوند تعالی و دیدار او در بهشت برین است حالا مرگ چیست؟ داستان مرگ چیست؟ فلسفه مرگ در ذهن مردم چیه؟ چرا مردم از مرگ میترسن؟ آیا همه واقعا میمیرند؟ چرا سن افراد موقع مرگ فرق میکند؟ بعضی مخلوقات یکی دو زنده هستند و بعد میمیرند و مخلوقاتی هستند که بیش از این زندگی خواهند کرد. همه موجودات تم مرگ را میچشند و شما پاداش خود را به طور کامل در روز قیامت خواهید گرفت. بگو مرگی که از آن میگریزید قطعا شما را در خواهد یافت. سپس به سوی داننده نهان و آشکار بازگردانده می شوید و او شما را به آنچه کرده اید آگاه می سازد. بگو مرگی که از آن می گریزید با پناه بردن به بیمارستان ها، با فرار کردن از خطرها، با خوردن داروها، با خرج کردن پول در راه دوا و درمان. شماهایی که از مرگ گریزانید و هیچ راه گریزی از مرگ ندارید. آیشه فرمودن که از نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم شنیدم که میفرمود کسی که لقای خداوند را دوست داشته باشد خداوند لقایش را دوست خواهد داشت. و کسی که از لقای خداوند اکراه داشته باشد خداوند هم از لقای او اکراه خواهد داشت آیشه گفتن اما همه ما از مرگ اکراه داریم رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند ای دخت صدیق اینگونه نیست مؤمنی که به دنیا دل نبسته در آخرت ملائکه رحمت همراهش هستند اما کافران و فاسقان ملائکه عذاب او را فرا میخوانند پس مؤمن دیدار الله سبحان را دوست دارد اما کافر یا فاسق از دیدن خداوند ترس و اکراه دارد گفته شده است که یک وزیری بود بسیار عظیم القدر او از همنشینان داوود علیه السلام بود و بعد از همنشینان سلیمان شد روزی مردی به ملاقات سلیمان رفت این مرد در حضور سلیمان با نگاهی را و ترسناک به وزیر خیره شده بود و وقتی مرد خارج شد وزیر با وحشت از حضرت پرسید ای پیامبر خدا این مرد که بود؟ گفت چرا؟ گفت به الله قسم که مرا به شدت ترساند گفتند فرشته مرگ بود وزیر گفت یا نبی الله تو را به الله قسمت می دهم. به باد امر بفرمایی که مرا به هند ببرد. گفت ای مرد نگران نباش. وزیر با خواهش و اصرار از سلیمان خواست که به باد امر کند که او را به مقصد برساند. این باد در صبح مسیر یک ماه و در عصر مسیر یک ماه را طی می کند. مسافتی که مردم عادی در یک ماه کامل طی می باد در فاصله صبح تا ظهر طی کند. سلیمان به باد ام کرد و باد او را هم کرد کتاب تا بعد از ظهر او را برساند به هند. و روز بعد از آن اتفاق ملک الموت علیه السلام به پیش سلیمان رفت و مثل همیشه به او سلام کرد و سپس سلیمان به ملک الموت گفت روز قبل دوستم را ترساندی چرا با نگاهی ترسناک و متعجب دوستم را نظاره می کردی. گفت یا نبی الله معاخزم نکن. از وجودش در کنار شما تعجب کردم. زیرا معمور شده بودم روحش را بعد از ظهر در هند قبض کنم. سلیمان از او پرسید. خب چه کردی؟ گفت بعد از ظهر رفتم پیشش او در آنجا در هند منتظرم بود و روحش را قبض کردم. و کسی نمیداند که فردا چه به دست می آورد و کسی نمیداند که در کدامین سرزمین می میرد. این همان مرگ است. بردباری پیشه کن چون با گذشت روزگار شادمان خواهی شد از صبرت به نزده کردگار. پس تو خود را آماده کن قبل از مماتت ای عزیز پیش از آن روزی که میگویند از اعمال ریز خیش و یارانت ندایت میزنند اما تو آه در پی جان دادنی در حال رفتن از نگاه آورندت بهر قسل و قسل بر جانت دهند اترو و کافور و سپس تنها رهایت میکنند. کنند هان تصور کن تو بر تخت توی در نزد سال تو را قسلت دهد اما نگردی آگه از حال دمی در خاطر آور ظلمت و تنهایی گور به یاد آور که قسلت می دهند با صدر و کافور تو آیا آگهی ای از محشر و از حال و احوال به گوبرهان چه داری؟ چه عذری و چه اقوال؟ شایسته است که انسان با گمان نیک نسبت به پروردگارش از این دنیا رخت بربندد. با این حسن زن که نزد خداوند بسیار بخشنده و مهربان می رود. پیش خدایی که رحمتش بر عذابش غلبه می کند. بردباریش بر عقابش غالب است. کدام زندگی از کدورت مرگ در امان می ماند؟ مگر طول عمری داریم که با مرگ کوتاه نشود مگر عمر چقدر میتواند زیاد باشد در جایی که مرگ است کدام شادی عظیمی به سبب مرگ از بین نرفت شایسته است که انسان با گمان نیک به پروردگارش از دنیا برود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نمیرید مگر اینکه به پروردگارتان گمان نیک داشته باشید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ملاقات جوانی رفت که در حال مرگ بود و نفسش گرفته شده بود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پرسید حالت چطور است؟ جوان به حضرت گفت از گناهانم می ترسم ولی به رحمت پروردگار امیدوارم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گفت به خداوند این حالت در قلب هر کس جمع شود آنچه که میخواهد به وی میدهد و از آنچه که میترسد امانش میدهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ملاقات مریضی رفت که در حال تب شدیدی بود و درد امان او را بریده بود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاهی به او کرد ولی به خدایش گمان بد نبرد و به گونه دیگر اندیشید ایشان در این باره میگوید خداوندا این بلا را به او نازل کردی که گناهانش را پاک کنی و خطاهایش را ببخشی و مرتبهش را بالاتر ببری و ثوابش را زیاد کنی خداوندا با وجود این درد و بلایی که به او دادی همانا تو رحیم و بخشنده ای رسول الله فرمودند پاک میشوی ای مرد این تب گناهان تو را پاک میکند درست است که این تب بدنت را به درد آورده است درست است که شاید اذیتت کرده باشد. ولی این را در نظر بگیر که این درد تمام گناهانت را پاک می کند. همانطور که آب پاک لباس کسیف را پاک می کند. این تب بدنت را هم از گناهان پاک می کند. پس رسول خدا به او گفت پاک خواهی شد. ولی آن مرد دوچار شک شده بود. حضرت گفت پاکی به سبب تبی که بالا می رود به وجود می آید. الان در ابتدای تبت است ولی زیاد می شود تا اینکه به نهایت برسد. درست مثل آبی که بر روی آتش شروع به جوشیدن میکند کند تا از ظرفش به بیرون بریزد. مرد گفت این تب سوزانی است بر مرد سالمندی وارد شده که او را راهی قبرستان می کند. و من مرد سالمندی هستم و طاقت و تحمل این تب را ندارم و عاقبتم قبرستان خواهد بود. رسول الله به آن مرد نگاه کرد و دید این مرد به خداوند بدگمان است. حداقل الان که دیگر در بستر مرگ به کار خداوند خوشگمان باش. رسول الله فرمود بسیار خوب. تا مادامی که به خداوند خود گمان بدداری و از همین است. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از جانب خدا فرمودند. بگذار بنده ام به من گمان داشته باشد. هر گمانی که میخواهد داشته باشد. اگر مریض شدیم، گمانمان به خدا باشد که او رحیم است. کریم است عظیم الاحسان و, و بخشنده است پروردگارا من به خوبی تو ایمان دارم این که شفایم می دهی. اگر فقیر شدی به نیکی خداوند زن بد نبر خداوندا من به احسان تو ایمان دارم به راستی که تو غنی هستی و اگر احیانا به بلایی گرفتارم کردی به زودی آن بلا را از من دور میکنی من نزد گمان بندم هستم هر گمانی که میخواهد داشته باشد رسول الله از جانب خداوند فرمودند خیلی خوب حال که این راه را انتخاب کردی و انتخاب کردی که به پروردگارت بدگمان باشی پس انتخاب کردی که جایگاهت در قبر باشد و درد و عذاب بکشی رسول الله از آنجا خارج شد و بعد از آن مرد از دنیا رفت واصلت ابن الاسقه از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله سلم بود که شنید جرشیه یکی از دوستانش مریض شده است و در بستر مرگ است. واصله سنش بالا بود. پس به ابی حیان گفت دستم را بگیر و من را ببر. من را ببر پیش جرشی چون خودش نابینا بود. پس او دستش را گرفت و به ملاقاتش برد. وقتی که داخل شد بیماری آن مرد آنقدر شدید شده بود که خانوادهش در حال گریه بودند و با او ودا می کردند. و وقتی که جرشی او را دید گفت ای واصله تو از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمی گفت بله گفت دستت را بده آن دستی که با آن با رسول الله پیمان بستی و او دستش را داد جرشی دستش را گرفت و گذاشت بر سینهش سپس دستش را برای تبرک به صورتش کشید گفت این همان دستی است که با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کرده واصله به او گفت ای جرشی بر خدا چه گمانی میبری تو الان میمیری و از ما جدا میشوی از اموالت جدا میشوی از خانوادهت جدا میشوی از فرزندانت جدا میشوی رو به سوی خداوند میروی میروی پیش خداوند میروی به ملاقات خداوند گمانت به خدای چیست از خدای چه توقعی داری تو نماز خواندی روزه گرفتی و صدقه دادی گمانت به خداوند چیست گفت به ثوابش امیدوارم و به رحمتش امیدوارم گفت خوشنود باش که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی نمی میرد مگر هنگام مرگ به خدای عز و خوش گمان باشد و ایمان داشته باشد آری کسی نمی میرد مگر هنگام مرگ به خدای از و بجل خوشگمان باشد. نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. عاقبت هر کس امکان دارد خوب باشد و امکان دارد بد باشد. هر کس برانچه که مرده دوباره زنده خواهد شد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حج بودند. که یکی از حجاج سوار بر شطور در لباس احرام با موهای جولیده و بدنی خاکی دعا می کرد و لب گویان الله را ستایش می نمود. در این حالت بود که از شطور افتاد و گردنش شکست. همانطور که شطورش راه می رفت دست یا پای شطورش داخل لانه اغربی شد شاید هم لانه سوسمار یا ماری به هر حال شطور افتاد و مرد هم از پشت شطور به زمین افتاد و در آن حال گردنش شکست و مرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به اون نگاهی کرد. این مرد تا چند ثانیه قبل داشت میگفت لبک یعنی به تو رو کردم لبک لا شریکلک تو هیچ شریکی نداری هیچ کس را به جز تو عبادت نکردم نه بتی نه قبری نه بشری نه درختی هنگامی که دید او مرده همین چند ثانیه قبل داشت حرکت می کرد و دعا می کرد و در لباس احرام بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. در همان لباس کفنش کنید. یعنی لباس دیگری به او نپوشانید. همان لباس احرامش که در آن مرده کافی است و در همان لباس کفنش کنید و صورتش را نپوشانید. سرش را نپوشانید، چهرهش را باز بگذارید و به او عطر نزنید. هیچ عطری به او نزنید. وقتی شخصی میمیرد به او عطر میزنند. گفت لازم نیست به او عطر بزنید. پس محرم نه عطر میزند نه سرش را میپوشاند. گفت لازم نیست به او عطر بزنید. چرا که روز قیامت لب به گویان برانگیخته می شود. روز قیامت لب به گویان مبعوض می شود. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. اگر خداوند برای بنده خیری بخواهد کمکش میکند گفتن یا رسول الله چطور کمکش میکند فرمود قبل از مرگ به او توفیق انجام عمل خیر میدهد قبل از مرگ به او توفیق انجام عمل خیر میدهد و در روایتی دیگر فرمود اگر خداوند خیری برای بنده بخواهد او را شیرین کام می کند گفتند چطور شیرین کامش می کند یا رسول الله؟ فرمود به او توفیق انجام عمل خیر می‌دهد و روحش را در همان آن قبض می‌کند. و از نشانه‌های حسن ختام این است که انسان به عمل خیری توفیق پیدا کند، یعنی همانطور که پا به سن می‌گذارد، به خداوند بیشتر نزدیک میشود وقتی ابن عباس از قول خداوند فرمودند، ازا جا اکم گفتند نظیر چیست گفت موی سفید و وقتی که موی سفید را ببیند یعنی وارد آخرین مرحله از زندگی شده خداوندی که شما را از ضعف آفرید و بعد از این ضعف به شما قدرت عطا کرد و بعد از این قدرت دوباره ضعف و سالخوردگی و هر چه بخواهد خلق می کند از نشانه های حسن ختام این هست که انسان به عمل خیری موفق بشود در حالی که پا به سن میگذارد به انجام عمل خیر موفق بشود. از نشانه های حسن ختام راستی با خداوند است. این است که وقتی نماز میخوانی نمازت ریا نباشد. این که اگر صدقه می دهی این نباشد که به دیگران نشان بدهی اطاعت از پدر و مادرت به خاطر رضای خداوند باشد نه آنکه فلان کسی بگوید ماشاءالله یا مردم خوششان بیاید یا اینکه به خاطر آن باشد که پدر و مادرت چیزی به تو بدهند از والدینم اطاعت می کنم. هم از پدرم و هم از مادرم به خاطر رضای خدا برای اینکه مرا به اطاعت و نیکی به والدینم امر کردی اطاعت از الله سبحان در مسجد نماز می خونم. نه برای اینکه امام از من تعریف بکند فقط به خاطر اینکه به خدایم نزدیکتر بشوم به خاطر اینکه فرمودی نماز جماعت بخوانید من به مسجد میروم که به خدا نزدیک شوم و برای همین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از جنگ بود که مردی را دیدند با قدرت می جنگد. هیچ کس مثل این مرد نمی جنگید. این را می زد و از آن یکی فرار می کرد. حجوم می برد به کس دیگر و از این دستکارها بعضی از اصحاب گفتند یا رسول الله به خدا قسم کسی بهتر از آن مرد در میان ما نیست. همان مردی که حمله می کند و میکشد و دفاع می کند. هیچ کس مثل او نمی جنگد. رسول الله فرمودن جای او در جهنم است. در جهنم؟ با این همه جنگ و مبارزه در جهنم؟ جای او در جهنم است. یکی از اصحاب گفت این امر برایم مهم بود، پس سعی کردم هر کجا که هست به دنبال او باشم و همراه او بجنگم و به خوبی مبارزه کنم تا زمانی که مجروح شد به شکلی مجروح شد که داشت جانش را از دست میداد به او گفتم خوشا به حالت که شهید میشوی نگاهی به من کرد و گفت چه شهادتی من فقط برای مردم و قومم جنگیدم نه برای پیروزی دین برای رضای خدا نجنگیدم من آمدم جنگیدم و کشتم تا مردم از من تعریف کنند تا بگویند کسی بهتر از من نبود برای مردمم جنگیدم فقط برای قومم جنگیدم و با همین به مرگ رسیدم برای رضای خدا نجنگیدم صحابی به پیش رسول الله بازگشت و گفت ای رسول الله به راستی که تو پیامبر و بنده الله متعال هستی <applause> تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغني عنه رمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب اليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عنه رمز يوما خزائن